ميدانية حيث تساقطت قذائف الهاون على أحد أحياء العاصمة السورية دمشق. مناطق مختلف سوریه یا صحنه درگیری‌های شدید میان رزمندگان و نیروهای اسد است یا شاهد بمباران و موشک باران جنایتکارانه نیروهای اسد علیه مردم بی‌دفاع است. تشتد وتيرة المعارك بين الجيش الحر وقوات گلوله های خمپاره بر محله های پایتخت فرود آمدند. نبردها بین ارتش آزادی و نیروهای اسد در اطراف محله های حمص قدیم که تحت محاصره است شدت پیدا کرده. شهروندان از بدی شرایط انسانی رنج میبرند. هیئت عمومی انقلاب اعلام کرد نیروهای اسد بمباران محله های وعر و حوله را با موشک و بشکه های انفجاری ادامه می دهند. در جریان بمباران شدید تلبیسه تعدادی از شهروندان مجروح شدند که کودکان نیز در میان آنها دیده می شدند. مخالفان سوری گفتند نیروهای اسد با پشتیبانی مزدوران حزب الشیطان تلاش کردند در محله جبل جنبلی در حمص که تحت کنترل ارتش آزادی است پیشروی کنند. در جریان این یورش درگیری های شدیدی بین طرفین رخ داد. در دمشق هیئت عمومی انقلاب اعلام کرد از ابتدای صبح منازل مردم در محله جوبر با خمپاره هدف قرار گرفت. همزمان درگیری‌های شدید بین ارتش آزادی و نیروهای اسد رخ داد. در ملیحه در حومه دمشق نظامیان اسد به بمباران محله‌های مسکونی ادامه دادند که باعث کوچ تعداد زیادی از مردم شده است. همینطور درگیری‌ها بین عشایر و شبه نظامیان داعش در حومه حسکه به صورت پراکنده ادامه دارد. عشایر اعلام کردند خون هر کس که با داعش همکاری کند مباح است، مخصوصاً بعد از اینکه داعش به شهر آلبو کمال حمله کرد. نیروهای اسد موشکباران محله‌های درعا را ادامه می‌دهند. این موشکباران منجر به ویرانی بسیاری از خانه‌ها شد. در ادلب در اطراف مرکز نظامیان اسد درگیری های شدیدی بین ارتش آزادی و نیروهای دشمن جریان داشت. در جریان این نبرد رزمندگان توانستند یک تانک را منهدم کنند و خسارات زیادی به نیروهای اسد وارد کنند. بیرحم بودن از خصایص جنگ است. آنگاه که فرد حق انتخاب زیادی ندارد و شرایط بیشتر تحمیلی است. در این مواقع است که اراده ها به آزمایش کشیده می شود. معلمین سوری که علاوه بر منازلشان کلاس های درسشان نیز بر اثر جنگ آواره شده با آزمایش سختی روبرو هستند. آنها به همراه دانش آموزانشان در کمپ های پناهندگی چه می کنند؟ معلمین و فرهنگیان سوری که از شدت جنایات اسد مجبور به جلای وطن شدند در یکی از کمپ‌های پناهندگی لبنان در حالی که ماه‌هاست در شرایط بسیار بد معیشتی قرار گرفتند در حال ساختن ساختمان و برپا کردن چادرهای جدید به منظور حفظ استقلال عمل و کرامتشان هستند و این درس جدیدی است که باید به دانش آموزان خود در این مقطع یاد بدهند. در حال حاضر در سوریه هیچ مکان امنی برای دانش آموزان از دست جنایات اسد وجود نداره، ولی ما معلمین سوری قادریم در بدترین مکانها حتی در مناطق کوهستانی ساختمانهای جدیدی برای ادامه زندگی و تربیت کودکان سوریه درست کنیم. این وظیفه ماست که به کودکان درس بدیم و از اونها در بدترین شرایط دفاع کنیم. ما این کار رو با طراحی و استفاده از امکانات موجود و با کار جمعی همکنون انجام میدیم. نحن الشعب السوري قادرين نتكيف مع اي بيئه حتى لو كانت جبليه. نحن عنوانا وعنوان الخطوات التاليه هي تعليم اطفال سوريا. معلمین سوری این وظیفه را که در قبال دانش آموزان خود تمام عیار مسئولیت دارند برگردن خود احساس می کنند، حتی اگر کسی به کار و تلاش آنها اهمیتی ندهد. معلمین سوری نسل اندر نسل برای بالا بردن فرهنگ مردم خود تلاش کردند و الان هم با برپایی این چادرهای ساده اما با معانی متعدد برای کودکان در امتداد همین مسیر حرکت می کنند. این شرایط به ما تحمیل شده. شاید هیچ کدوم از ما راضی به ترک خونه هامون نبودیم، ولی الان باید دوباره
بیشترین تلاشمون رو برای حفظ کرامت خودمون و دانش آموزانمون انجام بدیم. انجام این عمل می تواند دو پیام جدی برای مردم دنیا داشته باشد. اول اینکه معلمین و دانش آموزان سوری در چه وضعیت انسانی وخیمی قرار دارند و دوم پیام ایستادگی در برابر دیکتاتور به هر قیمت و تسلیم نشدن در برابر ظلم، حتی اگر مجبور باشی در این چادرها زندگی کنی. این درس بزرگی است که در این انشای شاید غم‌انگیز قطعاً به نسل‌های بعد منتقل خواهد شد. بمباران‌های سنگین و درگیری‌های بی‌وقفه در سراسر سوریه ادامه دارد. رژیم اسد ناتوان از رویارویی با رزمندگان با هر وسیله‌ای مردم بی‌دفاع را می‌کوبد. قال مراسل الجزيره في سوريا ان اكثر من 60 شخص بر اثر بمباران‌های اخیر با بشکه‌های انفجاری در شهر حلب و مناطق فردوس و بعیدین و روستاهای اطراف حداقل 60 تن از ساکنان کشته و ده‌ها تن مجروح شدند. همزمان درگیری‌ها در منطقه یرموسه بین رزمندگان و نیروهای اسد در جریان است. رزمندگان دانشکده آموزشی توپخانه مزدوران اسد را در نزدیکی مرکز اطلاعات هوایی در شمال غربی حلب به آتش کشیدند. شمال غربی مدینه حلب یستمر سقوط البرامیل المتفجره. طی چند روز گذشته حملات هوایی به شهر حلب توسط هلیکوپترهای اسد با بمب‌های بشکه‌ای افزایش یافته و ساکنان بیشترین قربانیان آن بودند. صدای آژیر آمبولانس‌ها که برای نجات مجروحین و بردن کشته شدگان این جنایت به محل می‌آیند، یک لحظه خاموش نمی‌شود. ساکنان مناطق شرقی و عطارب در تمامی ساعات روز از تکرار حملات رنج می‌برند، زیرا بیشترین قربانیان متعلق به این مناطق بوده است. اشتباکات بین مقاتلی المعارضه و قوات النظام. همزمان با این بمباران‌ها درگیری‌های شدید در همه مناطق شهر حلب در جریان است. در شهر هومس نیز سناریوی دلخراش بمباران مردم بی‌دفاع ادامه دارد. در مقابل انقلابیون این شهر میگویند منطقه جبل الجندلی واقع در محله قدیمی این شهر را به کنترل درآوردند و محل تجمع نیروهای اسد و مزدوران شبیه را در منطقه الزهرا بارها مورد تهاجم سنگین قرار دادند. فعالان از درگیری‌های شدید در شهر مورک در هما بین رزمندگان و مزدوران اسد خبر می‌دهند که با بمباران‌های شدید همراه است. در جبهه جنوبی شهر این درگیری‌ها از شدت بیشتری برخوردار است. فعالان گزارش کردند رزمندگان از ورود یک تیپ نیروهای اسد که قصد تصرف این منطقه استراتژیک را دارند ممانعت کردند، زیرا این منطقه شهر هما، ادلب و حلب را به یکدیگر متصل می‌کند. بمباران‌های وحشیانه مناطق مسکونی و کشتن شهروندان غیر نظامی در دستور کار روزانه نیروهای اسد قرار دارد. این اعمال ضد انسانی فقط از هراس و وحشت آنها در رویارویی با رزمندگان حکایت دارد. طی چند روز گذشته در منطقه جوبر، دمشق و شهر رقه نیز بارها این صحنه‌ها تکرار شده است. انهم قصفوا مبنى تتحصن فيه قوات النظام مع ميليشيات عراقية. الى ذلك شهد حي القدس. رزمندگان سوریه در ادامه نبردهای خود در حومه دمشق یورش نیروهای اسد را در هم شکستند. در مقابل نیروهای اسد مناطق مسکونی را در مناطق مختلف بمباران کردند. محله قدم در جنوب دمشق شاهد نبرد شدیدی بود و رزمندگان مرکز پلیس را هدف قرار دادند. رزمندگان در محله التزامون پیشروی نیروهای اسد به سمت خیابان مصری را سد کردند. در محله جوبر انقلابیون تجمع نیروهای اسد را هدف قرار دادند. همزمان هواپیماهای اسد شهر را بمباران کردند که باعث ویرانی بسیاری از خانه‌های شهروندان شد. قتل 4 اشخاص. در جریان بمباران شهر زبدانی در قوطه غربی 4 تن از شهروندان کشته و 10 تن زخمی شدند. همزمان مناطق قوطه شرقی و ملیحه و دوما نیز شاهد بمباران‌های هوایی بودند.
نبردها در اطراف ملیحه ادامه داشت و در جریان آن انقلابیون یک تانک را منهدم کرده و تمامی سرنشینان آن را به هلاکت رساندند. در جبهه ادرار رزمندگان یورش نیروهای اسد را در هم شکسته و آنها را متحمل خسارات زیادی کردند. متعددا من قبل النظام موقعا في صفوفهم خسائر كبيره. هزاران پناهنده سوری در کردستان عراق هستند. برخلاف دولت مالکی، اقلیم کردستان آغوش خود را برای این پناهندگان گشوده است. گزارشی از تلویزیون فرانسه 24. در شمال عراق 160 کیلومتری مرز سوریه هر هفته هزاران شهروند سوری از کشور خود گریخته و به کمپ‌هایی در کردستان عراق پناه می‌برند. هیچ کدام از آنها نمی‌دانند تا چه مدت در این کمپ‌ها در چادرهای موقتی باقی خواهند ماند. فقط تعدادی پناهنده خوش‌شانس توانستند از چادرهای بسته‌بندی شده پنلی استفاده کنند. On refitting unit we're using panels and not the fabric canvas. یوهان کارلسون مدیر پروژه میگوید ویژگی این چادرها اینه که ما به جای پارچه یا نایلون از پنل استفاده کردیم. اونا سبک هستن و فقط 1.8 کیلوگرم وزن دارن. همون موادی رو استفاده کردیم که در بسته‌بندی و یا داخل خودروها استفاده میشه. این شما رو از گرما حفاظت میکنه. در بالای اون یک صفحه خورشیدی قرار داره که توان راه اندازی روشنایی داخل و همینطور شارژ کردن موبایل رو میده. جدا از سیستم تهویه در و پنجره هم داره. گزارشگر تلویزیون فرانسه 24. فعلا اکثر پناهندگان در چادرهای مانند اینها زندگی می‌کنند. نه فقط در شمال عراق، بلکه در سراسر جهان 3.5 میلیون پناهنده سوری وجود دارد. هماهنگ کننده کمیساریای عالی پناهندگان در شمال عراق. چادرها بهترین وسیله در این شرایط اضطراری هستند. اینها منازل موقتی به حساب می آیند و به سادگی آتش می گیرند و باید آنها را عوض کنید. Since arriving at the camp last year, this family has lived under a tent. The canvas was damaged during Iraq's harsh winter. They've already asked for a replacement. First, they gave us a military tent. ادریس محمد آسی یک پناهنده سوری میگوید اول به ما چادرای نظامی دادن ولی اونا بر اثر بادهای شدید از بین رفتن. الان 7 ماهه که ما این چادر رو داریم. بعد از ظهرها سرد میشه چون که زیپ اون خراب شده. در شب هم ما نمیتونیم بخاری روشن کنیم چون که میترسیم چادر آتیش بگیره.